سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی. شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید. با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم در خصوص محاسبه ذری به همبستگی رمزارزها. اگر براتون جذابه که رابطه بین این کوین و توکن ها رو بدونید، دقیقا مثل بورس یه سری سهم ها هستن که با هم رشد میکنن یا معکوس همدیگه هستن، یا اینکه مثلا وقتی شاخص میریزه همیشه اونا رشد میکنن و برعکسه، اینا به شما دید بسیار خوبی برای معامله گری میده. اگر به این سطح رسیدی که معامله گر حرفه ای شدی یا میخوای این معاملات نه تنها در بازار رمزارزها، در هر بازار دیگه‌ای به صورت حرفه‌ای انجام بدی، توصیه میکنم این ویدیو رو ببین. ولی در خصوص سایر بازارها برو سراغ فیلدش. من اینجا میخوام در خصوص رمزارزها صحبت کنم. کلی مطلب جالب داریم در این خصوص که شما رو دعوت میکنم به تماشای ادامه ویدیو. در خصوص دنبال کردن ما در شبکه‌های اجتماعی مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما کل این شبکه‌ها رو می‌بینید. توی کانال یوتیوب کریپتو فاندر زیر همین ویدیو تو قسمت دیسکریپشن لینک ها رو میذارم که ما رو بتونید به راحتی دنبال بکنید. خب بریم سراغ ادامه مطلب. ذری به همبستگی یا همون کوریلیشن اصلا چیه؟ سوالی که شاید ابتدای این سوال باشه همین موضوعی که واقعا این ذری به همبستگی چی هست. این ذری به همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین ذری به همبستگی دو تا متغیره که شدت و نوع اونو نشون میده. شدت و نوع یعنی چی؟ میخواد بگه که این ضریب همبستگی بین منفی یک تا مثبت یکه، یعنی منفی یک میاد تا صفر و صفر رشد میکنه تا مثبت یک. میخواد بگه که این شدت با عدد به چه صورتیه. شما قدر مطلق در نظر بگیر، هرچی به صفر نزدیکتر باشه کمتره و هرچی به یک یا یک منفی نزدیکتر باشه میگه این ارتباط قوی تریه. و نوعش مهمه. نوع یعنی مستقیمه یا معکوس. این دقیقا اونجاییه که تفاوت بارزی بین معاملگر حرفه یا آماتوره. جایی که بازار داره کرش میکنه، طرف سری سویچ میکنه روی کوینای دیگه، یا اصلا میره روی استیبل کوینا که براتون یه ویدیوی جداگانه تهیه کردیم توی کانال، حتما مراجعه کنید، تو کانال یوتیوب ما آپلود میشه این ویدیو. و خب پس به همین سادگیه. بله به همین سادگیه، ولی محاسبه این کوریلیشن کار بسیار بسیار دشواریه. دوستانی که تو حوزه مدیریت ریسک دارن کار میکنن، اون همبستگی ریسک و بازدهی که بین سهماشون یا اصلا پورتفویی که دارن که میتونه حالا کامودیتی هم توش وجود داشته باشه، به روش های آماری مراجعه میکنن برای ست کردن این. شما نمیتونی یه دفعه یه سبدی تشکیل بدی که تمامش کوریلیشن مثبت و نزدیک به یک با هم داشته باشه. خب معلومه تا بازار کرش کنه این سبد میترکه. هرچند که بعضی تو بازار همراه با رشد این ریسک رو میکنن، اما خب میخوام بهتون بگم که اینا تکنیکای علمی و آماری بسیار زیادی داره. به همین خاطر هم یه فلشبک بزنیم به انواع ذریب همبستگی. کار پیرسون 1900 اومده در مورد این ارتباط صحبت کرده و بحث میانگین و واریانس رو مطرح کرده که جز ابتدایی ترین روش ها بوده. این روش هرچی اومده جلوتر توسط افراد دیگه به نقاط ضعفش بهبود پیدا کرده و عملا این سیستم ها حکم ولد و والد رو دارن، از هم یه چیزایی رو ارث میبرن و یه چیزی رو تکمیل میکنن و یه نقطه ضعفی از قبلی رو میپوشونن تا به صحت اطلاعات و نتیجه به دست اومده با اون مدل بشه اتکا کرد. بعد از اون چارلز اسپیرمنت 1904 اومده موضوع رو مطرح کرده، یعنی اون میانگین و واریانس اگر داده پرتاش ازش خارج میشد، این داده پرت هم آورده استفاده کرده با تکنیکی که ارائه میکنه. و مرسی کندال در سال 1938 اومده گفته که این اون چارلز پیرسون مطرح کرده، فقط بحثش این بوده که به غیر از اینکه مقدار رو میگیره ترتیب هم میگیره، یعنی ترتیب این که این عدد کی اومده هم مهمه، پس به ما داره هی اطلاعات جدیدتری اضافه میشه. خب همه اینا رو گفتم که بهتون اشاره کنم این ذریب همبستگی توی بازارهای مالی بسیار بسیار مرسومه. اگه تا دیروز به این مسئله دقت نمی‌کردین، بهتون توصیه می‌کنم از اینجا به بعد که می‌خواین معامله‌گری حرفه‌ای رو با ما آموزش ببینید، بازم تاکید می‌کنم معامله‌گری حرفه‌ای رو با ما آموزش ببینید و خودتون رو تغییر بدید به یه معامله‌گر حرفه‌ای، نیاز به اینجور دیتاها دارید.
یکی از راهاش اینه که شما برید این اطلاعاتو بگیرید، روش‌های آماری رو برید اگه تو دانشگاه خوندین مرور کنید، اگه بلدین که خیلی خوبه، اگر نه باید زمان بذارید یاد بگیرید تا اینکه به سطحی از دانش برسین که اینا محاسبه بکنید و خودتون تصمیم گیری رو روش انجام بدید. اما یک سری سایت‌هایی وجود داره که به شما این امکانو میده که این اطلاعاتو به راحتی در اختیارتون به صورت ریل تایم بذاره. محاسبه ذریب همبستگی رمز ارزها، بازاری که بالغ بر 6000 رمز ارز توش وجود داره، ویدیویی که اون بالا سمت راست براتون کارت میکنم و حتما بعدا تو یوتیوب ببینید که این اهمیت ویژه‌ای داره در این خصوص که من به لحظه بتونم در موردش تصمیم بگیرم. خب فاصله ای رو ایجاد میکنه بین معاملگر آماتور و معاملگر حرفه‌ای. اونایی که حالا اصطلاح نهنگ رو به کار میبرن، اون نهنگه دقیقا همون کاریه که مرسی کندال میکنه در سال 1938، میاد اون ترتیبه هم در نظر میگیره، یا همون چارلز پیرسون قبل از بعد از کارل چارلز اسپیرمن اشتباه گفتم قبل از کارل پیرسون انجام میده که میاد، یا همون موضوع نهنگا که میبینید حالا تو همین مرسی کندال و چارلز اسپیرمن دقیقا این مسئله مطرح شده و خیلی قشنگ اومدن داده های پرتو توش در نظر گرفتن، ترتیب اونا رو هم در نظر گرفتن، ازش پترن در آوردن. دوستانی که دنبال پیدا کردن پترن و الگوها هستن، الگوریتم تریدینگ، اینجا میتونن اطلاعات خوبی رو ببینن. بریم سراغ وبسایت. وبسایت bitinfocharts.com، قبلا ما در خصوص کیف پولهای پولدار رو در خصوصش صحبت کردیم، اگه اون ویدیو رو ندیدین ببینید، بسیار جذابه، به شما اطلاعات خوبی رو میده که ببینید تو هر کیف پولی که مربوط به این پولدار هست چه تعداد بیت کوین خوابیده و عملا آمار این میلیاردرهای بیت کوین رو در بیارید. یه گزینه ای داره تو صفحه اصلیش که وارد میشین به نام کوریلیشن، که تو اون ویدیو هم اشاره کرده بودم، اینو در یه ویدیو جداگانه میگم. این کوریلیشن دقیقاً همینه به شما میگه. من روش کلیک میکنم، چند لحظه طول میکشه تا صفحه جدید باز شه. همونطور که میبینید اومده یه جدول متقاطع تشکیل داده از یه سری از ارزای مطرح، همونطور که توی ویدیوی استفتصد معامله‌گری گفتم این بالا براتون کاردش میکنم که تو کانال یوتیوبمون ببینید. اصل داستان تو همون 20 ارز اول اتفاق میفته، یعنی کپیتال مارکت، یعنی چیز حدود 93% کپیتال مارکت در اختیار 20 ارز اول کریپتوکارنسی هست و توجه به اون بیشتر در قبال اون 6500 تا کوین توکنی که بعد استیبل کوینی که توی بازار وجود داره، یا به عبارت دیگه کوین و آلت کوین ها. همینطور که اینجا مشاهده میکنید رابطه بیت کوین با اتریوم یا رابطه مستقیم با ضریب متعادل نصف نصفه، یعنی بین 0 تا 1 در نظر بگیریم، این 4.45 شده. رو هر کدوم وایسین کلی اطلاعات تکمیلی در خصوص این وضعیت این جدول متقاطع بهتون ارائه میکنه. حالا هر چی که بریم جلوتر میبینیم، مثلا بیت کوین با بیت کش یا با ریپل یا مثلا با بعضی از کوین ها رابطه خیلی ضعیفی داره، مثلا با دش رابطهش ضعیفه نسبت به بقیه، و همینجور میریم جلو و ورت کوین میبینیم که عدد بسیار بسیار کمتر از بقیه هست. و این برای زمانی خوبه که شما میخواین الاکلنگی خرید و فروش بکنید، از این کوین بپنید رو کوین دیگه، یا خودتون رو هج کنید رو استیبل کوین ها. همینطور که میاد این پایین میبینی ریپل با ریپل که خب رابطهش یکه و با بقیه هم همین رابطه رو اومده محاسبه کرده. این جدول جدول بسیار ارزشمندیه. شاید شما به دنبال یه سری کوین های دیگه بگردین، شاید توی سایت های دیگه اطلاعات دیگه هم بتونید پیدا کنید، اما مرجع ما همین سایته. خودتون هم میتونید اطلاعات رو به صورت اکسل دریافت کنید از سایت کوین مارکت کپ که یه ویدیو کامل براش تهیه کردم، این بالام کاردش میکنم، شما حتما مشاهده کنید. اطلاعات بسیار بسیار با ارزشمندی در اختیارتون قرار میده. این ویدیو ویژه کسایی که حرفه‌ای هستن یا میخوان مسیر حرفه‌ای بودن رو طی بکنن تهیه شده. کوریلیشن مبحث بسیار جذابیه، اینو تو بازار سهام هم شما میتونید دنبال کنید، حتی سایر بازارهای مالی. و به هر حال این داستان بازار مالی بسیار گسترده است. پیشنهاد میکنم که یه مسیر رو بگیرید و برید جلو، خورد خورد مطالب حرفه‌ای برای شما جلو پاتون گذاشته میشه. تو کانال ما هم که میتونید اینها رو پیدا بکنید.
امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. اگر تا الان عضو کانال ما توی یوتیوب نشدین، دکمه سابسکرایب رو بزنین، دکمه زنگوله رو هم کنارش، که بتونید از آخرین ویدیوها به لحظه با خبر بشین. اگر خوشتون اومد ممنون میشم لایک کنید، سوالی دارید این زیر بنویسید توی کانال یوتیوب ما، بهتون پاسخ میدم. و اگر صلاح دونستید این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنون و متشکر. این ویدیوهایی هم که اینجا میبینید براتون به نمایش در اومده، ویدیوهایی که میتونه در مسیر ارتقا و رشد شما بسیار مؤثر باشه. منتظر دریافت پیشنهادات شما هستیم. خدا نگهدار.